ملت و ملت شدن در افغانستان از شعار تا حقیقت در هیاهوی موضوعات روزمره و مفاهیم اندک جاباز کرده در میان مردم برخی آمدند اعتمادسازی ملی، ایجاد وحدت ملی و حرکت به سوی دولت ملت را با حال هوای خاص خودشان مطرح نمودند. این یک روی سکم. روی دیگرش هم حرفای تند و تیز غیر واقعی بینانه خواندن این چنین شعارها با توجه به وضعیت موجود و گذشته تاریخی این کشور بوده است. اما پرداختن به مفاهیمی چون ملت و ملت شدن دست کم در میان مردم با توجه به فضای موجود رسانه‌ای کمتر بازتاب یافته است. اما سرانجام این پرسش ها هر از گاهی در ذهن خطور می کند که واقعا ملت یعنی چه و ملت شدن هم تداعی کننده چه مفهوم است؟ آیا دست کم آغاز برای ملت شدن با سازوکار لازمان در مقطعی از تاریخ معاصر افغانستان را می توانید؟ در نهایت فاصله شعار اعتمادسازی ملی و ملت شدن تا حقیقت رسیدن به آن در افغانستان تا چه حد است؟ سلام و وقت بخیر بیننده بر روایت دیگر از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو با یک برنامه متفاوت دیگر هستند. آقایان عبداللطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان، غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان، محمد امین احمدی استاد دانشگاه با ما هستند. مهمانان گرانقدر خوش آمدید. آقای پدرام پیش از وارد شدن به اون بحث های ملت شدن می‌خوایم در آغاز بفهمیم که ملت یعنی چه؟ به نام خداوند و عرض سلام و ادب به بیننده های محترمی برنامه برای روایت دیگر و سروران و دانشمندان گرامی داریم. بحث موضوع خوبی انتخاب شده، فکر میکنم امیدوار هستم که فرصت داشته باشیم که در واقع کلید واژه ها رو و مباحث اصلی بر بتابیم بر بشه گفتیم. اما مختصرا در پاسخ سوال شما باید گفت که ملت یا مجموعه از آحاد و افراد مختلف یک جامعه است یا اقوام مختلفی هستند که در یک ساختار ملی متشکل میشن و ملت هم از اقوام مختلف ساخته میشن. بعضا هم تک قومی هستن، بعضا ملت های واحد هستن که اقوام هم اونا رو نمیسازن. اما به هر حال مجموعه افراد هستن که در داخل یک جامعه، یک جغرافیای واحد، در داخل یک نظام حقوقی با ارزش های مشترک و هویت مشترک زندگی میکنن. اگر چنین چیزی بود ما میگیم اینها یک ملت ساختن، ورنه اقوامی هستن که به لحاظ نژادی، به لحاظ تباری با همان، ولی چون سرزمین ندارن، جغرافیا ندارن، دولت ندارن، در سرزمین های مختلف پراگنده هستن، طبیعتا ما نمیتونیم به اونا بگیم ملت واحد یا دولت واحد اینا. بنابراین اینها تعریف های حقوقی است که بدون این نمیتوانیم تعریف بکنیم. هم جامعه شناسای قرن 18 و قرن 19 و هم خیلی از بزرگان مثل ماکس وبر اینا با این مسئله پرداختن و چنین تعریفی رو در اختیار ما قرار داده. حالا بگذاریم یک قدم و جلو، فکر میکنید ملت شدن یعنی چه؟ ببینید ملت حالا شاید برسیم به بحث‌های دولت ملت یا ملت دولت. ملت شدن روندی هست معطوف به بازسازی یا ایجاد هویت، هویتی که آحاد مختلف یک جامعه در او خود همسان احساس بکنند، یعنی در واقع یک ارزش مشترک به وجود بیاد. اما زمانی که ما میگیم دولت سازی بیشتر معطوف به توسعه نهادهای حکومتی و دولت هست. من جمله رکن های مهم دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی نهادهای دیگری که در ضمن یا در ذیل یا در کنار یا به موازات نهادها به وجود میاد. ولی در این حال باز ما مقوله دولت ملت هم داریم. یعنی میخوام بگم که دولت ملت را میشود به عنوان یک واحد دربارش بحث کرد، به عنوان یک موضوع، به عنوان یک روند واحد، و در این حال به صورت تک تک می شود هم درباره دولت سازی سخن گفت و هم درباره ملت سازی سخن گفت و هم می شود هر دو را ذیل یک بحث واحد گنجاند. بله، سپاسگزارم. آقای احمدی، حالا می خواهیم از شما بپرسم که اگر بخوایم در دنیای مدرن مؤلفه های ملت شدن را و یا ایجاد هویت ملی را بخوایم موشگافانه مورد بازتاب قرار بدیم، واقعا چی چیز را به ما می رسانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبت خود عرض سلام و ادب دارم خدمت دانشمندان حاضر در این میز و بینندگان محترم تلویزیون تولو. در ارتباط به پرسش شما باید عرض کنم که در ارتباط به هویت ملی یا ملت دیدگاه واحدی وجود نداره. به طور کل میشه سه دیدگاه را در این زمینه بیان کرد. یک دیدگاه این است که ملت را یک واحد طبیعی و ذاتی میدانند و ریشه های بسیار کهن
برای آن در تاریخ جستجو میکنن و فکر میکنن که ملت به مثابه یک واحد تابعی و ذاتی ریشه های کهن در اساطیر قدیم و در تاریخ قدیم داره و هر میزانی که یک ملت ریشه های تاریخی درازتر و کهن‌تر داشته باشه و همانسان طبیعی‌تر و ذاتی‌تر محسوب میشه. این یک دیدگاه هست که امروز این دیدگاه دیدگاه مهجوری است و چندان طرفدار نیست نداره و این دیدگاه معمولاً به دیدگاه های فاشیستی مآبانه و سرکوبگرانه در واقع می انجامه. دیدگاه دوم این هست نوان یک دیدگاه کاملا انتقادی است که میگن ملت در واقع یک تصور ذهنی است، یک برساخته است، برساخته ای که در حقیقت با توجه به ایدئولوژی و منافع خاص توسط نخبگان و حکومتگران و قشرهای خاص ساخته میشه و پرداخته میشه و برای اساس نوعی منبعی برای مشروعیت و معنا تولید میکنن و یک نظام توجیهی خاص را به وجود میارن و به این وسیله در واقع زمینه میشه برای کسب قدرت و اعمال حاکمیت و اعمال سلطه. حقیقتا ملت چیزی جز بر ساخته تاریخی نیست. این دیدگاه دوم است که دیدگاه کاملا انتقادی است و امروز این دیدگاه در بینوان یک نگاه انتقادی نسبت به در واقع نگاه های رسمی که توسط دولت ها معمولا تبلیغ میشه و ارائه میشه، این دیدگاه به کار گرفته میشه و در نقد دولت های در حقیقت عمدتا که گرایش های فاشیستی داره، در نقد اون دیدگاه ها عمدتا این نگاه انتقادی به کار گرفته میشه و مخصوصا دولت هایی که بیشتر دیدگاه های شوینیستی دارن. نگاه سوم نگاهی است که در واقع برای دولت شالوده های برای ملت نمانند دیدگاه دوم، بلکه نوعی شالوده های عینی قائلن، شالوده ها و بنیان های عینی که به نوعی می توانه مبنای ملت باشه. در واقع این دیدگاه سوم میگه ما یک اجتماع پیشین داریم و این اجتماع پیشین می توانه مبنای ملت واقع شود. شالوده های عینی ملت شدن را ما می توانیم در مؤلفه های مانند یک اجتماع کوچک قومی، محلی و همچنین اجتماع زبانی و فراتر از آن که البته مهمتر هست و اهمیت بیشتر است، همبستگی ها یا تاریخ و سنت های مشترک، سرنوشت تاریخی مشترک و در واقع سرزمینی مشترک، امثال اینها می تواند جزو شالوده های عینی ملت شدن باشه، ملت باشه. اما اینها کفایت نمی کنه برای ملت شدن، اینها تنها شالوده های عینی رو در واقع تشکیل میده. علاوه بر اینها باید یک درک مشترک و یک حس مشترک شکل بگیره از ارزش‌های مشترک و از منافع مشترک و از سرزمین مشترک، درک مشترک شکل بگیره و هویت مشترک، همطور جناب پدرام صاحب فرمودن، هویتی در واقع که هویت خودش نوع آگاهی است، نوع شناخت هست، این به وجود بیایه و این حس مشترک که به وجود آمد در واقع نوع هویت ملی در اینجا به وجود بیایه و خلق میشه. اما باز هم این فرایند میتونه ادامه پیدا بکنه، با این عنوان یک پروسه ادامه پیدا بکنه و به اعتقاد من اگر فرصت باشه من شاید در بخش‌های بعدی به عرض خواهم رساند که مثلا ما اگر بخواهیم به مرحله یک ملت برسیم باید از چی سازوکارهای استفاده بکنیم، از چی زمینه‌هایی باید استفاده بکنیم تا به مرحله ملت شدن نائل شویم. خودش یک پروسه است. حالا دقیقاً در مورد خود تعریف ملت و روند زیر نام ملت شدن و بعدش هم مؤلفه‌هایش که شما به اشاره کردین، کوتاه‌تر اگر بخواهیم تاریخ جهان را ببینیم، آیا میشه کشورهایی را تصور کرد که دست کم نزدیک به همسان با وضعیت افغانستان بودن، وضعیت اجتماعیش، که رفتن به سوی ملت شدن و ملت سازی؟ بله، ببینید یک ایده این است که همون ایده معروف دولت ملت که میگن ملت به حساب به عنوان یک واحد قومی و زبانی، یعنی اشتراکات خونی، قومی و نژادی را مهم میدانن و میگن هر واحدی در واقع که از اشتراکات قومی و زبانی برخوردار هستن اینا میتونن در واقع یک دولت باشن. این یک ایده هست که در قرن 18 این ایده به وجود آمد و در قرن 19 طرفداری بیشتری پیدا کرد و حق تعیین سرنوشت ملت ها هم از همین ایده در واقع به وجود آمد که هر واحدی که از اشتراکات قومی و زبانی برخوردار باشه اینا می توانن یک دولت باشن و یک ملت باشن. اما در حقیقت تجربه‌ای که تاریخ دنیا به ما نشان میده این است که ما نژاد خالص نداریم و همچنین سرزمینی هم نداریم که صرف در اون سرزمین یک زبان
در واقع پیوند اون مردم ساکنان آن سرزمین را تشکیل بدن. ما کشورهای زیادی داریم که در واقع از تنوع قومی و زبانی برخوردار هستند. در عین برخورداری از تنوع زبانی و قومی و هویتی توانستن ملت باشند. مثلا بریتانیای کبیر از تنوع زبانی و قومی برخوردار هستند. هندوستان نمونه دیگه هست که از تنوع در واقع زبانی، هویتی، مذهبی و دینی برخوردار هستند. در عین حال توانستن یک ملت باشند. بنابراین در حقیقت این نکته رو می‌خوام عرض بکنم، مردمانی که در واقع شبیه مردم افغانستان هستند یا کشورهایی که شبیه مردم افغانستان هستند، ما نمونه‌های فراوانی داریم که علارغم تنوع قومی و زبانی و مذهبی توانستن یک ملت باشند. اما چیگونه؟ این سوال دیگه است. آقای لیوال، حالا دست کم توضیح در مورد کوتاه، در مورد ملت، ملت شدن، مؤلفه‌هایش و نمونه‌هایش را در جهان ارائه شد. حالا در مورد افغانستان بگذارید یک نگاه تاریخی و تاریخ افغانستان هم داشته باشیم. واقعا چرا نشان میده نوع نگاه نسبت به ملت با یک ساختار مجموعی از ملیت‌ها، اگر دست کم تصور بکنیم چگونه بوده؟ من نزد هم خپلوار سره قدرمن لیدونکو دوستان ته سلامونه وایم. زغوارم لدی زینه پیل کم چی د ملت په اړه دوا متفاوت لیدلوری دی، چې وتا ځانساتی یا محافظه‌کار لیدلوری ویل شو. دوی وی د یو ملت لپاره جنتیکی، اتنیکی، ژبنی او هویتی اساسات ډیر مهمه دي د تعریف لپاره. حال دا چې په مدرنو تعریفونو کې دوی وی چې د یو ملت لپاره د یوې مشترکې حقوقي زمینې او د ملت جوړونو لپاره د ګډو انګیرنو، احساساتو او ګډو فکرونو لومړیتوب تر اتنیکي، جنټیکي، قومي او ژبنیو ارزښتونو او محورونو مهم دی. د همدې لپاره داسې فکر کېږي چې د مدرن طرز تفکر پر بنیاد د ملتونو بنیادونه د هغوی د ګډو ګټو، د ګډو اقتصادي سرچینو، د ګډې سیاسي جغرافي او د بیگانه په مقابل کې د ګډو مشترکو عواطفو او یو له بل سره هغه څه چې موږ ورته د خودي احساس وایو، دا غوره دي نسبت خونی او جنټیکي مسایلو ته. پر دې بنیاد زه ویلی شم چې افغانستان د یوې ګډې سیاسي جغرافي په توګه د ملت خاوند او دی. د ځینو تاریخي پیښو، بحرانونو، کړکیچونو او ستونزو له امله له بده مرغه د زموږ د معاصر تاریخ په اوږدو کې د ملي ارزښتونو او محورونو بنیادونو صدمه لیدل. زه همیشه په دې باندې ټینګار کوم چې موږ د یو ملت په توګه هر هغه وخت چې د دغو ارزښتونو ګډ شناخت او ګډ په رسمیت پیژندنې اصل ته ورسیږو، کولای شو هغه ترمیم کو، ویرغو، بیرته رامنځته کړو. که نه وي رانه د کړکیچ او د اوږدمهالي بحران په اوږدو کې مو له لاسه ورکړي، هغه بیرته ایجاد کړو او د مدرن طرز دید او طرز فکر پر بنیاد مونږ د هغو ارزښتونو پر بنیاد بیرته د ملت کېدو یا د خپلو ملي ارزښتونو او محورونو د رغولو خواته لاړ شو چې د کړکیچ او د بحران په اوږدو کې مو له لاسه. یعنی شما فکر میکنید که دست کم صدمه های خیلی کوچکی بوده که در تاریخ افغانستان روند زیر نام ملت شدن متوجهش بوده، اما در کلیت چیزی به نام ملت وجود داشت؟ نه، شما ویلی چې واړه له بده مرغه ډېر جدي صدمې لیدلې دي ملي ارزښتونو او ملي محورونو، او دغه صدمې هم ډېرې وارداتي دي له بده مرغه، له بهر نه په موږ تحمیل شوي دي. مګر په دې ټینګار کوم چې د دغو جدي او بنسټ لړزونکو صدمو باوجود موږ یو ملت یو. سپاسگزار. آقای منصور، از اینجا آغاز میکنیم که با وجود صدمه ها ما هنوز هم یک ملت هستیم، اما بگذارید که دیدگاه های مطرح میشه. دست کم زمانی که آقای لیوال هم اشاره میکنند که خب این چیزی را که به نام ملت ما میگیم یا روند را به نام ملت شدن
با وجود که صدمه های دیده هست اما دست کم هنوز هم وجود داره. اول با این موافق هستند. دوم اگر بخوایم مقطعی را بر روند ملت شدن با توجه به صدمه های دیده شده مد نظر بگیریم در تاریخ افغانستان، میشه چون این چیزی را تصور کرد؟ بسیار تشکر از شما و از دوستان عزیزی که در نشست حضور دارن. من پرسش از یک منظر دیگه میخوایم که پاسخ بدم که بسیاری اوقات این عدم تفکیک باعث خلط مبحث میشه. بحث آن چیزی که به نام ملت و دولت کنونی بحث میکنیم، اینا یک پدیده مدرن و جدید هستند که تعریف خاص خود دارن. اگر ما این مشخصات در نظر نگیریم و بگوییم که افغانستان 5000 سال تاریخ داره و اینجا ما بودیم و ملت بودیم، ما داریم اشتباه کردیم. دو تا چیز از هم اجتماعات بشریه که در اینجا بوده، این فرق میکنه ما چیزی که به نام ملت میگوییم. اون دوستی ها و همکاری هایی که در برابر چنگیز خان مغول بوده یا در برابر تیمور بوده، اون فرق میکنه با این تیگه. هیچ به یه ارتباط نداره. ما از یک چیز مدرن جدیده که سرآغازش قرن 16 است و در افغانستان در این سالهای اخیر آمده. اینجا را بحث میکنیم. چی چیز بوده که صدمه دیده؟ ما سه تا ملت در بحث سیاسی میشناسیم. یکی ملت های سنتی هستن که توسط امپراتوری ها اداره و رهبری میشن، قلمرو معینی ندارن، در اینجا نظام سیاسی به صورت میراثی برمیگرده و نیروی نظامیشن به صورت ایلجاری است که خانها و سران قبایل میاره در حین جنگ جمع میشن و یک کار عمله میکنن یا دفاع میکنن و قانون وجود نداره، بلکه سنن و انانات است که در اونجا حکومت میکنه و عمدتاً یا خانواده برتر یا قوم برتر در اینجا وجود داره. اما بحثی وقتی ما دولت مدرن بحث میکنیم، قلم روش مشخص است، مرزش اینچ مشخص است، اینجا تابعیت به وجود میاید، تابعیت یگانه به وجود میاید، میزان وطن دوستی به احساس امی سنجیده میشه، شهروند کجاستی، بعد جلب احضار جای نیروی ایلجاری را میگیره، ارتش جلب احضار داریم ما در اینجا، بعدش هم مفاهیمی مثل حاکمیت ملی و منافع ملی و کشورهای بیگانه بالاتر از 50% در او قلمرو سرمایه گذاری کرده نمیتونن، یک اینچ عسکر بیگانه در او سرزمین آمده نمیتونه و اینجا تغییرات هم دموکراتیک است و بین مردم اینجا یک حقوق است و به جای انانه قانون حکومت میکنه. چیزی ما به عنوان انانات و سنان پسندیده در اینجا نداریم، قانون حکومت میکنه. اما چیزی که امروز به مشکل ما اضافه کرده، ما شاهد نوع سیومی از ملت هاستیم که به نام ملت های پست مدرن را گفته میشه. این تفاوتش با مدرن ایست که او اهمیت مرزا کم میشه، عساکر چند ملیتی میتونه که در یوگوسلاویا و در افغانستان و در عراق و در کجا بیاید، حاکمیت ملی با او شدت قبلیش وجود نداره، اینجا یک منافع بین المللی شکل میگیره و منافع ملی تضعیف میشه، شرکت های چند ملیتی به وجود میاید، در درون کابل مثلا در کمپانی بسیم چند تا خارجی دیگه میاید، باز اونجا حساب کتابی هم نیست که چند تا خارجی در سرمایه بعد تا کوشش میکنن که کشورها چه بکنن که بیشتر سرمایه های خارجی ها را جلب بکنن. و مشخصه سیام دیگه ایست که بحث تابعیت، چندین تابعیت هم میشه، اون چیزی که در افغانستان و در کشورهای دیگه هم هستن و او اهمیتی که مرزهای ملی داشته مثل که در اروپا از بین رفته، این اهمیت از بین میره، مشکنونه و جای ارتش جلب احضار ارتشی که معاش میگیره مثل که در افغانستان است، مثل که در امریکا است، در جای دیگه اینا میگیرن. ما با اینطور یک چیزایی فعلا مواجه هستیم. لذا به حقیقت ما وقتی این دایره روشن نکنیم و از سنتی بیایم خیس بزنیم در مدرن و از مدرن در پست مدرن، ما یک بحثی کردیم که به جایی نرسیدیم. ما چرا میخواییم بگوییم؟ حرف ما ای است. یعنی زبانی که آقای منصور
حالا اگر دست کم شما میخواین که در مورد افغانستان هم صحبت بکنین، ما بگذارید 1747 را برش تاریخ تعیین میکنه. حالا سوالم هم پس از 1747 از دیگه. افغانستان ما مراحل بسیار ابتدایی ملت شدنه تعیین میکنه. افغانستان به نام یک کشور مستقل، اگر ما سه مؤلفه عینی یک ملت بگیریم که باید سرزمین معین داشته باشه، قلمرمش معین باشه، مردم داشته باشه، نظام سیاسی داشته باشه، میریم از زمان امیر عبدالرحمن خان. قبل از امیر عبدالرحمن خان ما کشوری به نام افغانستان نداشتیم. بحث های قبل از او هیچ به افغانستان ارتباط نداره. اگر شرط چهارم که استقلال است او را به رسمیت بشناسیم، از زمان امیر امان الله خان افغانستان متولد میشه، چون قبل از او ما چیزی به نام استقلال نداشتیم و امیر امان الله خان ما بانی استقلال میدانیم. از اون زمان به این سونه است که ما میریم به طرف ملت شدن. فرصت های بسیار خوبی بوده. متاسفانه اول اونطور که استاد احمدی گفتن، ما یک مدل نژادی را برای ملت شدن در سلوه کار ما قرار دادیم که با واقعیت افغانستان و تعدد فرهنگی و زبانی و قومی همخوانی نداشت و این مشکلات فراوان و تنش‌های بسیار زیاد و همین غیره از سطح به عمق برد و امروز ما عذابی از او را میکشیم. سپاسگزار. مراحل ابتدایی ملت شدن را طی میکنیم با گفتی آقای منصور، اما آقای پدرام سه نقطه به ادامیش میگن که نتیجه این بود که تا سالهای سال این بحث مطرح بود که چگونه ما میتوانیم اعتمادسازی ملی بکنیم، وحدت ملی ایجاد بکنیم، دولت ملت بشیم. شما میدونید که در واقع اعتمادسازی ملی، ایجاد وحدت ملی، حرکت به طرف یک دولت ملت، اینها سازوکار نیاز دارد. همین طوری که نمیشود آدمها اینجا شعار بدهند و بس. پس از میان برنامه کوتاه از آقای پدرام در این مورد خواهیم پرسید. باز هم خوش آمدید بینندگان به روایت دیگر از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. ما الان در موقعیت نیستیم که با توصیه های اخلاقی بگوییم که ما می توانیم به هم اعتماد کنیم. اعتماد کردن به میکانیزم احتیاج دارد و این میکانیزم می تواند اعتماد ایجاد بکنه و فرصت های برابر را برای افغان های مختلف ایجاد بکند. چرا چنین فکر می کنید آقای پدرام؟ ولی نکته خوبی مطرح شد. ببینید، می خواهیم یک مقدار آکادمیک تر وارد بحث بشیم و ان شاء الله جدی تر بحث پیش ببریم. ببینید، دولت ملت شدن به سخن کلمن یک پروسه پیچیده، پرهزینه و در واقع یک دیالکتیک ناتمام است. هم در آسیا، هم در اروپا آسیا، هم در کشورهای جهان سوم یا به قول معروف کشورهای پریفریک، ما با در واقع نوع کندی یا در واقع نوع عدم پیشرفت سریع با این جریان مواجه هستیم. این باز خاص این کشورها هم نیست. ببینید، در غرب که ظاهرا باید فکر میشه این مراحل را طی کرده باشن و رسیده باشه به مرحله دولت ملت شدن، نگاه میکنید که در خود غرب هم هنوز پروسه دولت ملت شدن به عنوان یک جریان ادامه دارد. ببینید، در خیلی از کشورهای غربی هنوز مرزهای هویتی با مرزهای سرزمینی عجین نشده، یعنی به این معنی که اگر شما در داخل یک مرزی در یک جغرافیایی هستین، باز همسانی هویت احساس نمی‌کنه. من نمونهش میگم به شما، اسپانیا، کاتالانی ها همخوانی زیادی با برخی اسپانیایی ها به لحاظ اون هویتی و اون ارزشی که جناب بوساد اشاره کردن و اون خودی و در واقع اون ارزشی که خودشان در اونجا ببینن نمیبینن. کورس ها در فرانسه در عین موقعیت هستن، ایرلندی ها در انگلستان با توجه به ویژگی های مذهبی کاتولیک در عین موقعیت هستن. هنوز ترکیه در رابطه با مسئله کردها مشکل داره برای دولت ملت شدن. هند گرفتار یک بحران است، تمام تزیج به خطر مواجه میشه وقتی مسئله کشمیر مطرح میشه. ببینید، مسئله دولت ملت شدن همون ترتیب که عرض کردم دیالکتیک ناتمام است، یعنی همیشه میتواند این پروسه دوام داشته باشد. اینطور نیست که شما درجه قطع میکنین برای اینکه آرزوهای آدمی ناتمام است. هر بار انسانها طرح دیگری میفکنن، نقشه های دیگری یا به قول مولوی خیالات دیگری میپرورانند. بنابراین این پروسه پیچیده ای هست. در افغانستان ما وارد این جریان با طور قطعی نشدیم، جناب آقای منصور فرمودن، و پروسه دولت ملت شدن در این کشور بسیار با گرفتاری ها و چالش ها و مشکلات زیادی مواجه است.
باید زمانهای زیادی طی بکنیم، اون زمینها و فرصتها باید فراهم بشه. بنابراین وقتی درباره این مسئله بحث میکنیم، جناب استاد احمدی هم اشاره کردن، ببینید بعد دولت ملت ها تازه چگونه ساخته میشوند، این فرایند چی هست دولت ملت اصلا. ببینید ملت های بسیار قدیمی که جناب استاد احمدی اشاره کردن، حالا اگر ما برسیم بحث ماکس وبر که میگه که ملت ها هستن که دولت ها را میسازن، هابسبوم میگه نه آقا برعکس، این دولت ها هستن که ملت ها را میسازن. نمونه میده میگه دولت اسرائیل، ملت اسرائیل به وسیله ارتش اسرائیل ساخته شد، آمریکا به صورت مدنی به عنوان یک دولت مدنی از بالا ساخته شده. یعنی شما یک ملت سازی دارین از بالا و پایین که نمونهش ایالات متحده آمریکاست، نمونهش اسرائیل است. یک ملت سازی از پایین به بالا دارین که در کادر کشورهای اروپایی شما اونها میتونید مطالعه بکنید، مثلا آلمان، مثلا ایتالیا، ملت های قدیمی بودن که اینا آمدن برای خودشان دولت هایشان را تشکیل دادن. بنابراین برای گذار به این مسئله، برای این روند که ما برسیم به مرحله دولت ملت شدن، ببینید ما به اقتصاد کلان نیازمند هستیم، به پیشرفت‌های اقتصادی نیازمند هستیم، هزینه های مالی کلان، گفتگوی خرد فرهنگ ها در داخل خود، فرهنگ های کلان در داخل خود، اقوام مختلف با هم وقتی گفتگو میکنن تا ما بتوانیم در اثر گفتگو به خوری باختن و گفتگو میان خرد فرهنگ ها در داخل یک کشور ما مرزهای هویتی را با مرزهای سرزمین در واقع بتانیم عجین بکنیم. متاسفانه در افغانستان که قطعا ما با این مشکل روبرو هستیم، در غرب هم تازه پروژه به پایان نرسیده، این پروسه به پایان نرسیده، یک بحث آکادمیک فوق العاده پیچیده است. چند مورد دیگر اگر خیلی کوتاه اشاره بکنین، اول اینکه زمانی که شما میگین که این فرصت برابر را همون سازوکاری که نیاز از برای ملت شدن ایجاد میکنه، این به این معناست که دست کم تاکنون این فرصت برابر نبوده. برای این ببینید جامعه شناسا درباره افغانستان و هائیتی و لیبریا میگن که اینا سه تا کشورهای ناکام هستن و دولت‌های ناکام هستن که نتوانستن دولت ملت بشوند و این مشکل به طریق اولاد در افریقا وجود داره، در سودان، در سومالی. تنها حوزه ای از کارهایی که تقریبا تا حدی تانستن در این زمین پیشرفت خوب داشته باشند، نه اینکه کار با پایان رساندن، حوزه آمریکای لاتین هست. ما در حوزه اروپایی الان مشکلی زیاد داریم. ببینید جامعه بعد از اتحاد شوروی، دولت های بعد از اتحاد شوروی بالکان در حال دولت ملت شدن هستند. وقتی ما میگیم دولت ملت یا ملت دولت، ببینید ما دو تا مقوله داریم، یک بار میگیم دولت ملت میسازه، یک بار میگیم ملت دولت میسازه. برای همین دو تا بحث وجود داره برای لحاظ جامعه شناسی و علوم سیاسی که چگونه دولت ملت میسازه یا گاه دولت ها ملت ها را میان ایجاد میکنه، که باز بحث هابسبوم است سر این مسئله و اینا. و بعد در رابطه با دولت ملت ها یکی از مسائل مهم این است که ساختارهای متمرکز باید شکسته بشه. ببینید هابس اصطلاح لویاتان برای دولت متمرکز به کار میبره. البته همینجا پرانتز عرض بکنم که لویاتان در تورات اشاره به یک اژدهایی است که سمبول قدرت است. در برابرش لاک میگه آقا با دولت متمرکز شما نمیتوانید دولت ملت بشوید، باید جامعه مدنی با وجود بیاید، باید دیسنترالایز بشه، باید ساختار شکسته شود. شما اگر در افغانستان بخواید این پروسه را طی بکنید، اول باید ساختار متمرکز بشکنید، الگوهای قدیمی را باید گرفتار تغییر بکنید، سنت های قدیمی را دچار تغییر بکنید، الگوهای جدید باید ایجاد بکنید. در واقع نمی باید فروفتادها وجود داشته باشه در سنت هایی که الان بازدارنده است برای پیشرفت. در ساختار دولت ما وقتی بحث ما فدرال مطرح کردم، بحث دولت مکانیکی را مطرح کردم. بحث دولت مکانیکی با دولت ارگانیک فرق داره. دولت ارگانیک همون دولت هیگری، ایده مطلقه مقدسی هست که نمیشه دستش زد. دولت مکانیکی دولت کارل مارکس مطرح میکنه، دولتی است که بزرگان دیگری بعدا مطرح میکنن، میگن دولت یک ابزار از غایت نیست. هر بار بخوایم میتونیم تغییر بدیم. در افغانستان اگر ما میخوایم این روند را طی بکنیم یا گامهایی بگذاریم، نیازمند یک دید عمیق و علمی و جامعه شناسانه هستیم و اینکه تحمل این تغییر داشته باشیم و باید بپذیریم که این ساخت در افغانستان پاسخگوست و نه با این ساخت شما میتوانه دولت ملت بشه. اعتماد سازی هم حرف غلطی هست. اعتماد سازی بر اساس این میکانیزم هایی که ایجاد میکنید با وجود میاد. شما چگونه مسائل اقوام حل میکنید، چگونه قانع میکنید، چگونه اون بازار ملی رو میسازید، چگونه خرده فرهنگ ها رو میتوانید با هم گفتگو بکنن. توجه فرمودید این کار ساده ای نیست. یک نکته دیگه اگر خیلی کوتاه بهش اشاره بکنید، آیا موافق هستین با گفته های آقای لیوال که دست کم شما در مورد افغانستان زمانی که صحبت میکنین مفهوم زیرنام ملت در اینجا وجود داشته
و این روند طی شده اما صدمه دیده و این صدمه هم وارداتی بوده هیچگاه وجود نداشته ببینید برای اگر شما یک بحث کلاسیک میکنین در این رابطه یک بحث مدرن میکنین در هر حالش ببینید در بحث کلاسیک این است که زبان مشترک داشته باشه سرزمین مشترک داشته باشه جغرافیای مشترک داشته باشه حدود و ثغرات معلوم باشه که جناب آقای منصور فرمودن اگر بحث مدرن دارن در رابطه با این مسئله این بحث ها اون طرف میمونه میمونه این که شما اسمیلیسیون نمیکنین با به رسمیت شناختن هویت های جدید ببین الان یکی از عناصر بارز که متبلور از عرصه سیاست در عرصه رابطه بین المللی ایجاد ناسیونالیسم های جدید بعد از ساختارهای پسامدرن اگر شما میخواین به اعتماد سازی برسین شما این اعتماد سازی الان به روش کلاسیک نمیشه شما زبان واحد هم نمیتونین بسازین و قوم واحد هم نمیتونین بسازین اسمیلیت هم کرده نمیتونه بنابراین اقوام زبان ها را و فرهنگ ها را به رسمیت بشناسین این هم یک از راههای ملت شده است سپاسگزارم آقای احمدی یک مورد دیگر که آقای منصور هم اشاره کردن بهش زمانی که شما میایین روند های مانند ملت سازی و ملت شدن مطرح میکنین نیازمند از این هستین که اول تعریف از جغرافیا و جمعیت خود داشته باشین چیزی که دست کم در چند سال اخیر هم با انتقاد مواجه شده اول سوال این هست که آیا ما جغرافیای مشخص داریم میدونیم مرز ما کجا هست دوم آیا ما میفهمیم که اگر بخوایم قوم خود بگوییم یا ملت بخوایم بگوییم میفهمیم که شامل چه کسانی میشه ببینید در ارتباط به اینکه در افغانستان ما فعلا در چه وضعیت قرار داریم من توجه شما و دوستان حاضر در این مجلس را و بینندگان محترم به چند نکته جلب میکنم اول اینکه شالوده های عینی ملت شدن در افغانستان وجود داره چیزی را که جناب لوال با آن اشاره میکنه به تاریخ گذشته این سرزمین یا مشترکات تاریخی این سرزمین در واقع همون شالوده های عینی ملت یا ملت شدن هست خود ملت نیست یعنی ما در گذشته تاریخ اگر رجوع بکنیم همونطور جناب منصور فرمودن ملت اساسا یک پدیده جدید هست و طبیعتا ما در گذشته نه تنها افغانستان در هیچ نقطه از دنیا چیزی به نام ملت وجود نداشته بیشتر امپراتوری ها بوده منتها به هر حال همین تاریخی گذشته اینا زمینه های تاریخی ملت های جدید رو تشکیل میدن افغانستان هم خوشبختانه از این لحاظ تاریخی داره که این تاریخ به یک نوعی مبنای ملت مدرن را در افغانستان میتونه تشکیل بده زمینه های عینیش هست به طور مشخص ما به دو زمینه عینی اشاره میکنم یکی تاریخ و سنت های مشترک ما در افغانستان دارای تاریخ و سنت های مشترک هستیم هرچند تعیین این تاریخ و سنت های مشترک چی نکات رو در بر میگیره و چی نکات رو در بر نمیگیره مشکله این تنها مخصوص افغانستان نیست شامل تمامی ملت های جهان هست که تعیینش که حد و مرزش مشخص شده تا با کجا اون تاریخ سنت های مشترک است و کجا این تاریخ سنت های مشترک قطع میشه این ما نمیتونیم برایش یک حد و مرز دقیق تعیین کنیم ولی همین هسته ای که فعلا ما نامش رو گذاشتیم افغانستان اینا دارای تاریخ و سنت های مشترک هستند دوم این که ما دارای سرنوشت تاریخی مشترک هستیم یعنی به این معنا مردمانی که در این خطه ای که امروز افغانستان نامیده میشه زندگی میکنن اینا سرنوشت مشترک داره نشانه و دلیل عینیش جنگ هایی است که در 30 سال اخیر در این کشور وجود داشته همه متضرر شده این نشان دهنده سرنوشت مشترکه و این سرنوشت مشترک هم به گونه این مردم رو با هم پیوند داده که ما طی این 30 سال بحران که زندگی کردیم منجر به فروپاشی افغانستان نشده خودش نشان دهنده سرنوشت مشترک هست و اینا شالوده های عینی است بنابر این ما در افغانستان از وابستگی های اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی در واقع مردمان این سرزمین برخوردار هستند که عرض کردم بحران های شدید 30 سال منجر به فروپاشی این نشده این بهترین نشان دهنده وجود زمینه های عینی ملت شدن در افغانستان هست اما قدمی را که ما باید برداریم این هست که ما البته عرض کنم به لحاظ حقوقی ما یک ملت هستیم الان به لحاظ حقوقی ما مرز داریم مرزهای مشخص داریم حالا ممکن این مرزهای مشترک عرض کردم این مرزهای مشخص ممکن بعضی از ادعاهای در زمینه این مرزهای مشترک یا مرزهای مشخص وجود داشته باشه اما به لحاظ حقوق و قواعد بین المللی این نکته را عرض بکنم حقوق و قواعد بین المللی است که امروز در زمینه مرزها حاکمه نخواست و اراده یک مردم توجه میفرمایید حقوق و قواعد بین المللی حاکمه او رو تحمیل کرده بر ما و شما چی ما خواسته باشیم چی نخواسته باشیم یک واقعیت هست که باید ما بپذیریم
بس با توجه به حقوق و قواعد بین المللی که مرزها بر اون اساس تعریف شده و مشخص شده، ما یک کشوری خاصی به نام افغانستان فعلا داریم به لحاظ حقوقی. این به لحاظ حقوقی یک ملت هستیم. میمانه موضوع این که حالا ما چگونه میتوانیم این زمینه های عینی را که وجود داره و این مرزهای مشترکی که مرزهای مشخصی که وجود داره، سرزمین مشخصی که به لحاظ حقوقی شکل گرفته و دنیا ما رو به این نام میشناسه و بر همین اساس با ما تعامل داره و ما با دنیا بر همین اساس تعامل داریم، اینو ما چطور میتوانیم در واقع به یک ملت مدرن که دارای وفاداری های فراتر از قوم، زبان، مذهب، محل باشه، سمت باشه، به یک وفاداری ملی تبدیل کنیم در مجموعه سرزمین خود و در این چارچوب و بستر در واقع حقوق شهروندی، چون پایه و بنیاد دولت مدرن حقوق شهروندی است، ملت مدرن حقوق شهروندی است و در چارچوب این هویت ملی که فراتر و مقدمتر بر همه وفاداری هاست ما بتوانیم شهروند شویم در این چارچوب. فعلا اون چیزی که برای ما به عنوان مردم افغانستان مهم است رسیدن به این نقطه است که ما چطور میتوانیم به این نقطه برسیم. و بنده اگر اجازه بدهید برای این که ما به این نقطه برسیم عرایزی دارم اگر بعدا فرصتی باشه بگذارید که این سوال آخر را که چگونه به این هدف برسیم را به عنوان یک جنبندی سوال مطرح بکنیم. آقای لیوال، چند مورد خاص و میشه که مشخصتر هم برش جواب بدن. اول اینکه شما اگر بحث ملت بودن را در افغانستان مطرح میکنید، این خود ملت نبوده بلکه همو شالوده های عینیش بوده که آقای احمدی برش اشاره کردن. دوم اینکه زمانی که مسئله جغرافیا و جمعیت را که ما باید زمانی که بحث ملت شدن را مطرح میکنیم برای ما مشخص باشه، آیا شما هم میپذیرین که همین اکنون ما میفهمیم که مرز ما کجاست و مردم ما کیها هستن؟ اول خود غواړم همدغه پوښتنې ته لیو بلې زاویې څخه داسې ننوځم چې زما په نظر سره له دې چې زه د دولت او د ملت ترمنځ وجودي رابطې یا منطق پر ارزښت باندې ټینګار کوم، دا دواړه سره بیل نه دي او همزمان لکه څنګه چې مخکې وویل شول یو د بل پر رامنځته کولو او پیاوړي کولو کې ونډه لري. اما زه غواړم د دواړو د جوړېدو پر بهیرونو بیل بیل خبرې وکړو. ملتونه د نورو انساني پدیدو په توګه بدلون، اغیز او نوښت مني چې له دننه او بهر څخه د رغېدو یا له منځه تللو وړتیا لري. د دغه تعریف پر بنیاد زه غواړم داسې ووایم چې په افغانستان کې ما وویل چې د ملي ارزښتونو او محورونو پر موجودیت مې خبرې وکړې چې استاد احمدي هم هغو ته اشاره وکړه او ما وویل چې دې له بده مرغه صدمه لیدلې. همدا اوس په افغانستان کې موږ د ګډو بهرنیو تهدیدونو او ګواښونو سره له یوې خوا او له داخل نه له ګډو محرومیتونو سره له بلې خوا مواجه یو. د ملت کیدو یا د او دلته باید یو معترضې په توګه دا هم ووایم چې د ملت نوی مفهوم هماغه ډول چې په نورو هیوادونو او نورو ملتونو کې د نویو حدودو او د نویو ممیزاتو خاوند ګڼل کیږي په افغانستان کې هم که د همدغه مدرن تعریف پر بنیاد وګورو ورته موږ لا هم باید د همغو معیارونو د پوره کولو دپاره د ملت جوړونې لپاره نورې هلې ځلې وکړو. دا زمانم اما د ملت جوړونې په بحثونو کې ګډ ګواښونه، ګډ محرومیتونه، ګډې ستونزې هغه فشار راوړونکې ملي پدیدې دي چې د یو ملت وګړي سره نږدې کوي او له ډېرو کمو هویتي سلیقوي اختلافاتو څخه یې تیرېدلو ته اړ باسي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ زښته ډېر لرو. وګورئ، زه غواړم مثال راوړم، د بدخشان اوسېدونکی هم وږی دی او له تعلیم و تربیې نه محروم دی، د اروزګان هم، د بادغیس هم، د بامیانو هم او 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 د بل ولایت هم همداراز موږ له خپلو ګاونډیو څخه د خپلو ګاونډیو له مداخلې څخه د نړیوالو ناسمو غیر رښتینو سیاستونو سره په مشترکه توګه ځورېږو. دا له جګړې څخه موږ ځورېږو، د اقتصادي وروسته پاتې والي څخه موږ ځورېږو او هغه څه چې ډېر مهمه ده په افغانستان کې د ښاروندي حقوقو او صلاحیتونو او مسؤلیتونو د
تر لاسه کولو لپاره هڅه په افغانستان کې مشترکه ده. د دې ټولو پر بنیاد زه داسې فکر کوم چې مونږ د ملت د نوي مفهوم ته د رسیدو لپاره فراوانې او ډېرې زمینې امکانات محورونه او ارزښتونه لرو چې قسمې وکاروو په دواړو بهیرونو کې، هم د یو مدرن دولت په جوړولو کې او د دې تر څنګ د یو مدرن مفهوم له مخې د ملت په جوړولو کې، او بیا د دولت او د ملت یو له بل سره د مرستې او د دواړو د پیاوړتیا لپاره کار اخیستل. با اضافه یوې صحبت های شما آقای لیوال، اگر خیلی کوتاه اشاره بکنید، زمانی که شما بحث منافع مشترک، تهدیدات و مشکلات مشترک بین مردم را مطرح میکنید، یک سوال هست که حالا ما میتونیم بگوییم که این مردم، یعنی تا کجا مرز ما تا کجاست و مردم ما کی ها هستند در افغانستان؟ مونگ یو موجوده جغرافیه لرو افغانستان بنام، دا زمونگ پا اساسی قانون که تعریف شوید، دا بیل خبره ده چه مونگ لتاریخی پلاوه ده تاریخی افغانستان دیوی برخی ده استعمار پا زور دیوی برخی ده بیلتون یو ملی دایه لرو چه آغا زمونگ ده ملت کیدو یا ده ملت والی پر اوسانه بحث بنده کاملا بله مسئله ده. اما هغه څه چې زمونږ لپاره مفهوم ده، د دغه واحد موجود افغانستان په دننه کې چې زمونږ اساسي قانون مونږ ته راپېژندلی دی، مونږ هر څه لرو. مونږ یو واحده جغرافیه لرو، یو تعریف شوی قلمرو لرو، د هغه لپاره یو دولتي سیستم لرو، او د ملت او د دولت ترمنځ د اړیکو تعریف لرو. آقای منصور، اول میخواییم کوتاه‌تر اگر بگوین که آیا موافق هستین زمانی که شما از افغانستان امروزی صحبت میکنین، ما تعریف مشخصی از مردم و جغرافیای خود داریم و مرزهای ما هم تعریف شده است، اما زمانی که اون بحث دایره ملی را که آقای لیوال بر اشاره میکنه شما رویش تمرکز میکنین، خیلی ها متفاوت میشه از اون چیزی که شما بیاین زیر نام روند ملت شدن رویش صحبت بکنین. با این اضافه که اگر دست کم تاریخ گذشته افغانستان را که شما هم در شمارش را شاهد بودین و با چشم دیدین نگاه بکنیم، دست کم در سه دهه گذشته، فکر میکنید که وضعیت چقدر نوع تعامل میان اقوام مختلف را در افغانستان تغییر داده؟ بله، دو موضوع است. ما میخوایم که یک زبان بسیار واضح تر و روشن تر شفاف بگویم که مثلا امریکایی ها نه نژاد واحد هستند، نه تاریخ واحد دارند و نه زبان واحد، از سرزمین های مختلف آمدند، یک تشکل جدید را بر مبنای قانون اساسی ساختند و حکنون خود همه امریکایی می دانند. در غم و شادی شریک هستند، بیش از همه در غم و شادی شریک هستند. ما همی ممیزه را بگیریم بالای در همی محدودی قلم روی کنونی افغانستان بریم تطبیق کنیمش، این چیز بسیار قابل افتخار نیست، بلکه قابل تأسف و اندوه بار است که ما با استثناء دوران جهاد، ما در سالهای اخیر مردم ما در غم و اندوه یک دیگه شریک نبودند. بسیار واضح قتل عامایی که در شمال افغانستان شد، در جنوب هیچ کسی به طرفداریش بر نخواست. بمباردمانایی که امروز در جنوب میشه و هموطنای ما کشته میشه، در شمال هیچ کس به طرفداریش نمیخیزه. این چه هموطنی است؟ این چه حسی است؟ این کجایش میخواییم؟ ملت مشترک هستیم. خب مردمی که اومده مامور شده به خاطر پول میخواه بگیره، به صورت بسیار دو نفری که گویا یکش از اسپانیاز یکش از ژاپن اومدین. ببین، این نکته بسیار مهم است که میشه توضیحات زیاد بگوییم. چرا مثلا حوادثی که در هلمند میشه در مزار مردم گریبان خود نمیداره؟ چرا در بدخشان عصبانی نمیشن؟ عکسش همینطور. یک، اگه یک بحث است که ما میخواییم یک چیزی رو بگوییم و تلقین کنیم، بگوییم ما هستیم داله که چیزی نیست، مردم میبینه. نکته دوم، بحث حدود افغانستان میگین، صحبت فکر کنم مقدر ساده نیست. یک وقتی ساده بود، اما در سالهای اخیر زمامداران کشور ما ایره پیچیده ساختند.
خب ما قبول کرده بودیم که خب افغانستان که فعلا از نظر حقوقی آنچه استاد میگه حدودش معلوم است و حقوق بین الدول حدودش تعیین کرده، اما جناب رئیس جمهور ما گفت که وقتی که در کنر پاکستانی ها حمله کردن گفت نزنین، اونا هم وطنان ماستن. لوی دریستیز ما گفت که چترال زمامدارش ما تعیین میکردیم، خودش واضح گفت تا پل حتک از ماست، ادعای ارضی واضح کرد، توجه کردین. و حتی بار هم مثلا مقامات بلند دولتی ما برای امریکایی ها فشار آوردن که خب شما چرا او طرف میزنین، نام جز ما هستن. اینجا بحث ایست که چیزی به نام حاکمیت ملی و مرز و منافع ملی و دوست و دشمنه، این مرز و این سوال از بین برده، از بنیاد مشکل ایجاد کرده. به این لحاظ خب من که دیدم همی هست که حقوق بین الدول مراعات کنیم، اما بخش دیگی و به خصوص زمامداران کنونی ما این حرف ما را قبول ندارند، اونا به گونه دیگه عمل میکنن. سپاسگزارم. حالا در نهایتش حرف حدیث زیاده در مورد چگونگی روند ملت شدن و نگاه تاریخی و چالش ها و مشکلات رو روی صحبت کردیم. در نهایتش آیا فرصت لازم برای یک آغاز جدید و دست کم اندک برای ملت مدرن شدن در افغانستان وجود داره و با چی سازوکاره؟ آقای پدرام جناب استاد فرمودن، نه اینکه ببینید، یکی این است که شما عناصر رو در اختیار دارین، المان ها رو در اختیار دارین، درست است؟ و خیلی چیزا در اختیارتان است، مایه دارین، شیر دارین، ولی خب نمیتونین ماست درست بکنین ازش. بسته به این است که چطور واقعا با یک باور، این باور هم که تصادفی ایجاد نمیشه، یعنی با یک دید جامعه شناسی و آگاهی بر این مسئله چند چیزا باید بپذیریم که این روندی که الان ما داریم شروع میکنیم پیش میریم، ما دولت ملت نمیشیم به هیچ عنوان. بعضی نکاتش جناب آقای منصور فرمودن، وجود عناصر، حضور عناصر، المان ها یک چیز است، ولی اقوام مختلف وجود داره، ما هستیم، یک چارچوب هم داریم، ازبک ها هست، تاجیک ها هست، هزارا هست، پشتون ها هست، در مکتب هم میریم، مدرسه هم میریم، یک جای درس میخونیم، ولی اینا هیچ کدامش به تنهایی به این معنی کمک نمیکنه که شما دولت ملت بشید و یک ملت بشید، مگر اینکه شما اون روندهایی را که جامعه شناسا تشخیص دادن اون فرآیند را باید طی بکنین. ببینید جامعه شناسا میگن که برای ملت شدن یک باید فرهنگ ها در داخل خود گفتگو بکنن تا به اون همسانی هویتی برسن. خرد فرهنگ ها با فرهنگ های کلان، آهاد شهروندان، ببین شهروندی اصل مربوط به عصر مدرن است، نه؟ شهروندان هم باید با خود گفتگو بکنن و شهروندان هم باید با دولت خود گفتگو بکنن و این گفتگو بر اساس اقناع باید باشه. ببینید هانا آرنت، من همیشه مثال میدم، این زن دانشمند آلمانی که خودش یهودی هم بود، میگه که سیاست عرصه اقناع هست. ببینید الان ما وقتی در افغانستان بحث میکنیم، میگم آقا جان در عصر پست مدرن روایت های کلان معنی ندارد، دولت های متمرکز هم معنی ندارد. لاک میگه که آقا دولت متمرکز به استبداد میره، شما جامعه مدنی بسازین، ساخته ها را تقسیم بکنین، در ایالت ها قدرت بدین تا مردم احساس بکنن که دارن مشارکت میکنن، بعد شما بازار ملی نیاز دارین، رفت آمد نیاز دارین. الان من به زیر سقاطی میگم میلیون ها نفر در جنوب زندگی میکنه که حداقل 90 درصدش بدخشان را ندیده، میلیون ها نفر در بدخشان و شمال زندگی میکنن، اصلا به جنوب سفر نکرده، نه پدرش، نه پدر کلانش، نه پدر کلانش، و شاید الان هم نکنه. چطور شما میتونه با هم گفتگو بکنه بس خانه باختین؟ اگر این گفتگو با وجود نه، این بازارهای ملی با وجود نه، این راه ترانسپورت با وجود نمی، هزینه گذاشته نشه ولی لحاظ اقتصادی و به خصوص گفتگو و این مکانیزم بازدارنده برای دولت ملت شدن، اگر مسیر برداشتن نشود، ما نمیتوانیم به طرف دولت ملت شدن بریم. درست شالوده ها وجود داره، ولی شالوده ها کافی نیست، باید مدیریت شود شالوده ها. چون فرصت خیلی کم است آقای احمدی، اضافه می‌کنم. خب البته به نظر من سوال اصلی همین سوال اخیر باید باشه. ما به صورت مختصر روی نکته های اصلی تکیه می کنم که ما چطور می توانیم و ملت و مرحله ملت شدن یا ملت شدیم در کلام کوتاه. به اعتقاد بنده اولین چیزی که برای ملت شدن لازم است نوع نظام سیاسی است، نوع نظام سیاسی که در او در واقع مسائل کلان برای همکاری مشترک اجتماعی، برای همکاری مشترک و منصفانه تعیین میشه. به طور مثال نظام مبتنی بر قانون اساسی یکی از این محورهای اساسی است که نوع نظام سیاسی را مشخص کرده و چارچوب اصلی نظام که همکاری مشترک اجتماعی را برای مردم افغانستان ممکن ساخته اونجا تعریف شده. حقوق شهروندی، حقوق اقوام، زبانها، نمادهای ملی، نوع حکومت،
تمامی اینا اونجا تعریف شده. این در حقیقت یک مبنای حد اقلی را برای همکاری اجتماعی به وجود آورده. این خودش اولین مؤلفه ملت شدن هست. دوم این که اگر احیانا در این نظام سیاسی ما نواقصی وجود داره که پاره از ساختارها را، مشکلاتی را که در جامعه ما وجود داره حل نمیتوانه، اینا قابل اصلاح هست بر مبنای همین قانون اساسی. من به طور مثال عرض میکنم موضوعی که بسیار مطرح میشه، مسئله نظام ریاستی از یک سو، پارلمانی از طرف دیگر، فدرالی از یک سو، تمرکز از سوی دیگر. اینا مسائلی هستند که براحتی به لحاظ اکادمی قابل حلن، قابل بحثه. یعنی ما در واقع مسائل رو حیثیتی نکنیم. خواهش معمی است که مسائل حیثیتی نشه، صرف بیاییم ببینیم که در چارچوب یک نظام فدرال ما چی مشکلات را میتوانیم حل کنیم، در چارچوب یک نظام متمرکز چی مشکلات را ما میتوانیم حل کنیم، فدرال چی مشکلات را برای ما به بار میاره، متمرکز چی مشکلات را برای ما به بار میاره، بعد ببینیم کدام یکش فوایدی بیشتری داره، و همچنین ریاستی و پارلمانی. و سومین نکته ای که ما را میتواند به ملت شدن نزدیک کنه این هست که ما بیاییم پاره از نکات اساسی را در ناحیه نمادهای ملی، سمبولهای ملی که روی آن کم و بیش اختلاف داریم، اونا را بر اساس بحثهای اکادمیک و علمی حل کنیم. مثلا به طور مثال من روی مسئله زبان تکیه میکنم، چون اینا بحث ما و شما بحثهای علمی است دیگه، دوستانه است. در واقع زبان ما در پاره از دیدگاه وجود داره که یکی از زبانهای ملی این سرزمین را برش در واقع کوشش میکنن که هویت ملی مردم افغانستان باشه. خب راجع و یک سلسله امتیازات خاصه برای او قائلن. ما بیاییم این مسئله رو حلاجی بکنیم بر مبنای مشارکت، بر مبنای عدالت و بر مبنای این اصل که ما مردم افغانستان بر اساس ارزش‌های مشترکشان میتونیم متحد بکنیم، بررسی بکنیم و از نگاه اکادمیک برش رای حل پیدا بکنیم. و آخرین مؤلفه ای که بسیار به اعتقاد من برای ملت شدن برای ما مهمه، حاکمیت قانون و تشکیل نهادهای اساسی دولت به شکل حرفه‌ای و بروکراتیک هست. مثلا قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف، ارتش بی‌طرف، اداره غیر سیاسی و حرفه‌ای بی‌طرف و آموزش پرورش همگانی حرفه‌ای و بی‌طرف، دانشگاه‌های حرفه‌ای و بی‌طرف. اینها حقیقتا اگر ما موفق به تشکیل این نهادهای بی‌طرف و غیر سیاسی و حرفه‌ای شویم، ما حقیقتا ملت میشیم. سپاسگزارم. آقای لیوان، گزینه‌وار اگر چند مورد را اشاره بکنین اضافه‌تر از این صحبت‌ها، خیلی کوتاه. یا لبد ما ریاستون زده ده چون موږ د صلاحیتونو، ګټو او امتیازاتو په د غوښتلو په وخت کې د ملي مفهوم څخه ګټه اخلو. مثلا خپل جنگونه ملي ګڼو، خپل جنگي ډلې ملي ګڼو، خپل اتلان ملي ګڼو، خو کله چې بیا د مسؤلیت مسله رامنځته کېږي او د ملي ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره د څه کولو مسله رامنځته کېږي، موږ وایو چې ملي ارزښتونه په افغانستان کې نشي رامنځته کېدی. نو د دې دپاره زه داسې فکر کوم چې تر ټولو یوه اسانه لاره هماغه ده چې موږ په افغانستان کې د ګډو مشکلاتو، د ګډو ستونزو، د ګډو محرومیتونو پر بنسټ، د ګډو حل لارو، ګډو اقتصادي سرچینو او د اقتصادي راکړې ورکړې له لارې د نوی مفهوم پر بنیاد د ملت د هغه مدرن مفهوم د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې پیل کړو. په عین زمان کې د یو مدرن دولت د جوړولو لپاره او د هغه په مرسته د یو مدرن مفهوم له مخې د ملت په جوړولو کې هڅه وکړو. زه باور لرم چې هر څه هماغه رقم سمیږي لکه څنګه چې کله کله موږ د امتیازاتو د اخیستلو په وخت کې. آقای منصور، آخر از شما و اضافه تر از این صحبت ها. بله، ما دیدم ایست که ما به محاسبیم 6 تا 7 نظریه مختلف در باب ملت شدن داریم که اینا هر کس جدا جدا عرف خود گفته و هنوز ما یک دیالوگ اساسی که بریم به یک انتخاب، چون ما نمیتونیم 7 نظریه را یک جا تطبیق کنیم، با قناعت یک دیگه بپردازیم و از این میان آنش که مفید و سالم و سازنده است او را انتخاب بکنیم. ما به این نقطه نرسیدیم. ما پیشنهادم به این است که این بحثا به یک زمان بیشتر با دقت بیشتر تا مردم رو به این انتخاب برسن، دولت مردم رو به این قناعت برسن. هر کدام
قناعت بخشتر و مفیدتر بود ما همو رو بگیریم. ما با بحران نظری روبرو هستیم. سپاسگزار. ما با بحران نظری مواجه هستیم و در نهایتش به زمان و دقت بیشتر نیاز داریم. این که واقعا دست کم در آینده ها چگونه پیش خواهد رفت زمان پاسخ خواهد گفت. سپاسگزار آقایان عبداللطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان، غفور لیوار رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان، محمد امین احمدی استاد دانشگاه، سپاسگزار از شما. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت. خدا نگهدار.